حساب راستگاه‌های شرکت کننده در این ائتلاف یک بخشی از پایگاه رأی خودش را از دست دادن. به نظر شما چرا این اتفاق میفته و چطور میشه که به این سمت حرکت میکنه؟ نکنید به هر حال میشه گفت از یک طرف جناب نتانیاهو دستاورد هایی داشتن، یک از نظر به هر حال مدیریت بحران تروریسم در خاورمیانه، از طرف دیگه مدیریت بحران کرونا که با یوسگم رئیس موساد موفق شدن به موقع بتونن واکسیناسیون رو به انجام برسونن و روی کیت ها و آنچه که لازم بود از نظر واکسن فایزر رو و هر چه زودتر بتونن از این بحران کرونایی اسرائیل نجات بدن. بیش از یکی دو ماه هستش که اصلا ماسک در اسرائیل پایین آوردن و در حال حاضر اقتصاد داره بعد از یک سال نحوه عالی خودش رو داره طی میکنه از نقطه نظر OECD. ولی آنچه که بر حال گروه ها یا احزابی که در ائتلاف بودن با خود جناب میشه گفت نتانیاهو، بر حال گیدون سار جزوی از ائتلاف او بود، همینطور بنت و خانم شاکت و همینطور لیبرمن، ولی آنها رو پرچین کرد نتانیاهو و حاضر نبود به اینها بال بده و بال اینها رو وقتی که میان و میچینن آنان تصمیم میگیرن با دولت چپگرا و حتی رعم که اسلامگرای اخوان المسلمین هست که پشتیبانی از تروریسم میکنه، تروریسم حماس میکنه رو در کنار یکدیگر قرار بدن و یک نای بزرگ به نتانیاهو و بگن که با یک رای اون رو بتونن به کنار بزنن. ولی اصل ماجرا برای این هستش که آنانی که مثل بنت که با رای دهندگان دست راستی روی کار آمدن جایی یا خانه دیگر برای بازگشت ندارن، مگر اینکه سیاست نتانیاهو رو که آمده بود و پابرجه بود نظر سیاست امور خارجه در قبال حماس و در قبال مقابله و رویارویی و یک استراتژی تهاجمی در قبال جمهوری اسلامی داشتن و یکایی که گروه های نیابتی میتونه شهرت آنان رو بالا بله، ولی نه تا این اندازه که رای دهندگان دست راستی که به اونها رای داده بودن بتونند وارد این جریان بشن. جناب لیبرمن با افشاگری هایی که برای اولین بار ما در برنامه آیدیا تیوی انجام دادیم، از این 8 حزب قراردادها رو ما سعی کردیم در اندیشکده پارس هود با آیدیا تیوی با کارشناسان خودمون بیاییم بررسی بکنیم و قراردادهایی که در حال حاضر مخفیانه علنی شده و محرمانه بوده با جناب ابو عباس برای این است که 53 میلیارد شکل که حدود 15-16 میلیارد دلار هست رو از خزانه دولتی به ایشون به عنوان باج و سیاهکاری بدن که مخالفت نکنه و خواهانان نباشه که رأی عدم اعتماد به این دولت شکننده بنت و لاپید داده بشه. دو، جناب برحال لیبرمن که تا دیروز نجات پرست بود و ضد عرب بود و میگفتش که هیچ شهر قانون شهروندی نمیتونه از آن فردی باشه که در نظام وظیفه خدمت نمیکنه، برای همین بر ضد خریدی ها و ارتودکس های اسرائیلی بود، ولی خزانه مملکتی رو در از وزیر دارایی و وزیر به حال نه فقط وزیر کابینه برمیطور کمیته دارایی پارلمان اسرائیلی در اختیار ایشون گذاشتن و همینطور کمیته سوم کمیته اصلاحات و رفرم هست در اختیار ایشون گذاشتن. یعنی ایشون با به حال زمینه و پیشینه فساد که 10 سال زیر به حال بازجویی بودن که آخرکار پرونده آنان رو از ما بهترون بستن، با وجود اینکه 21 میلیارد دلار در حساب دخترشون یافت شده بود و 3 میلیون دلار در حساب خودشون، چگونه پرونده بسته شده و چگونه ایشون در حال حاضر به عنوان وزیر دارایی الان دارند
منتسب شدن که مسائل تضادهایی رو از این طریق ایجاد میکنه که آنان یک بحثی هستش که در روسیه گفته شده اگر میخواهی به یهودی لطمه بزنی لطمه اول به جیب او بزن. و الان ما شاهدان هستیم که در یک ماه اخیر اولین قانونی که در اولین لایحه‌ای که وزیر اداره لیبرمن ایوت بهش میگن آمده و وضع کرده که به 18,000 تا خانواده که به حال زنان کار میکنن و مردان ادامه تحصیلات یه شیبوت خودشون رو انجام میدن لطمه زدن و 21,000 کودکان اسرائیلی رو زیر خط فقر بردن به خاطر اینی که سابسیدی که میکردن، سوبسیدی که میدادن به زنانی که کار میکردن و وقتی که برای هر یکی از فرزندان آنان این سوبسیدی رو بیان و قطعش بکنن و مشروط بر این بکنن که خود مرد نیست باید کار بکنه که این سوبسیدی رو و یارانه رو بتونن از طرف دولت بگیرن، یک تضادی رو ایجاد کرده. از یک طرف شرقیان، یهودیان شرقی هستن که میشه گفت طرفدار لیکود، طرفدار نتانیاهو و راستگرا هستن و گروهی که در حال حاضر روی کار اومده یک میشه گفت یک اولین دولت پسا کرونا و پسا زاینیست در اسرائیل است که با راستگرایی ایدئولوژیک فرقی فاحشی داره.